با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدید به کانال من دوستان عزیز همونطوری که تو صفحه نمایش میبینید امروز میخوام در مورد موضوع نبنزتس میت وایل صحبت کنم نبنزتس هایی که با وایل در واقع فرمول بندی میشه ساخته میشه اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردید دوست داشتید سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش فعال کنید که اگه ویدیویی آپلود کردم شما اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید خیلی ممنون از توجهتون خب میپردازیم به موضوع امروزمون نبنزتس وایل او دا دا با وایل یا دا اینو من میتونم Ich habe äh, Fitisch konan, mache ich das fit. Ähm, Nebensätze mit weil oder da. Also was bedeutet das? weil ist eine Konjunktion, Konjunktion mit rap und leitet einen Nebensatz ein. weil Johann und da. In Tumani Thumannibaham misslehaman, also weil und da sind in der Bedeutung gleich oder ähnlich. So. Uh نم اینجوری هم میشه گفت توی معنی مثل هم شبیه هم ویل اس این کنیونکسیون اون لایتت این نبنزا این ویل یه رفدهندهای هست که باعث ایجاد تولید نبنزا میکنه حالا نبنزا چیه توی ویدو قبلی هم گفتیم تو این دیرکت ها که اینا در واقع تو هر نبنزا فیل در آخر جمله میشینه وی هبن شون گلرنت ون گذگت این اینم نبنز شتیت دس کنیگیرت ورب امانه Okay, ein Nebensatz, je Nebensatzige, der mit weil beginnt, kebaw weil schrümische, antwortet auf die Frage Warum. jawob ob also, mit dem Bissuale Warum, ja Alvarez derwache In Nebensatz, bei weil hastisch, schon mal der Lille bayam mikonit. Sie drücken mit Nebensatz mit weil einfach ihren Grund aus, schon äh hauptsätze mit denn alle denn je was ist denn denn ist eine konjunktion und leitet einen hauptsatz ein damit können wir ähm, können wir nicht wie damit können wir auf die frage warum antworten denn haben ab der Hand der has mit مثل weil و اما فرقش با وایل اینه که اینجا ما هاپتزاتس رو تولید میکنه و باهاش میتونیم به سوالی که با واقوم شروع شده جواب بدیم یعنی با استفاده از وایل و دن ما کارامون رو توجیه میکنیم یا دلیل برای کارمون میاریم از او میت دیزن کنکتورن و دا کنیوکسیونن وایل و دا و دن کنن وی ähm, um, begründen, was wir gemacht haben. Aber der Unterschied ist, mit weil ähm, um, haben wir einen Nebensatz, aber mit denn haben wir einen Hauptsatz. ببینید فرقش اینه که با وایل شما ایجاد یک نبنزاتس میکنید و فعل بعد آخر جمله بشینه با دن شما ایجاد هاپزاتس میکنید و فعل در پوزیسیون دوم یا همون جایگاه دوم میشینه بدون هیچ تغییری فرقشون در اینه اما هر دوتاشون به معنی چون هست باید کنیوکسیونن فروندن ویه ون ویه اوبا گرونده شپریشن آبا ویل لیتت این نیبن این اون دن اینن با هر دوتا کنکتور یا همون رفت دهنده ما اصفادهشون میکنیم برای اینکه کارای خودمون رو دلیل براش بیاریم وقتی در مورد دلایل صحبت میکنیم اما ویل ایجاد نیبن میکنه و فیل میره آخر میشینه اما پوزیشن نول رو داره پوزیشنش صفره یعنی اینکه انگار که اصلا تو جمله نیست هر جوری که جمله نوشته شده همون جوری باقی میمونه اوکی یت بایشپیله الان مثال ها رو نگاه میکنیم و بیشتر متوجه میشیم هایت گه ایش نیشت سور اربایت ایش بین کرانک هابن من امروز نمیرم سر کار من مریضم دو تا هاوپتزتس داریم ما میتونیم جمله رو همینجوری بنویسیم کنن وی سو وی Formulieren. Heute gehe ich nicht zur Arbeit. Punkt. Ich bin krank. Krank. Punkt. Aber wie können wir besser sprechen, besser etwas ausdrucken, indem wir Hauptsatz plus Nebensatz formulieren. Also, tut mir leid, mit dem Aschein-Talben wie wir jeden Hauptsatz so einem Nebensatz, beim DG. Talkib konim besser. wir das Konnektor weil. Wir benutzen auch in diesem Fall also die Konjunktion, weil heute gehe ich nicht zur Arbeit. Wissim schreiben wir diesen Satz. Jetzt kommt der Grund. Warum? Warum gehst du heute nicht zur Arbeit? Weil ich krank bin. Weil ich krank bin. Hier habe ich einen Hauptsatz und hier mit weil Nebensatz. Jetzt formulieren wir mit denn. Heute gehe ich nicht zur Arbeit. Warum? Denn ich bin krank. Sehen Sie, denn hat Position 0. Dann schreiben wir Subjekt, Verb und dann das ist auch Adjektiv. Ich bin krank. Ich bin krank, denn ich bin krank. Heute gehe ich nicht zur Arbeit, denn ich bin krank. noch Beispiele ich muss jeden tag deutsch lernen. مثال های دیگه من باید هر روز آلمانی بخونم یاد بگیرم چرا؟ next woche habe ایش b1 هفته دیگه امتحان به دارم. خب ببینید دلیل اینکه من هر روز باید آلمانی بخونم مشخص شد. اما تو این دوتا جمله که پشت سرم اومده ما اینا رو به هم رب ندادیم این یه این هم یه هابزاتس یه پونکت اینجا هست یعنی یه جمله دیگه شروع شده میتونیم قشنگتر بنویسیم به این شکل که ما از رب دهنده وایل استفاده میکنیم و باهاش قشنگ بیان میکنیم چرا چون ich muss jeden tag deutsch lernen warum weil ich nächste woche b prüfung habe کل جمله رو مینویسیم و حبر رو در آخر جمله با وایل دقت کنیم که وقتی وایل رو می نویسیم مستقیم بعدش باید سوبیکتمون رو بنویسیم اینجا نوشتیم next وخه هبه ایش به اینز پروفونگ میتونیم بگیم ایش هبه next به اینز پروفونگ اینجا میتونیم بگیم ولی وقتی با وایل می نویسیم بهتره که بعد وایل مستقیم فاعل فائلمون رو بیاریم ما بقیه جمله غیر از فعل فعل رو در آخر جمله می نویسیم زینزی یه هی هیه هبه ایش Man kann einfach verstehen, warum ich jeden Tag Deutsch lernen muss. Aber wie können wir besser schreiben? Indem wir einen Hauptsatz mit einem Nebensatz verbinden. Wie? Mit Hilfe von weil. Weil ist eine Konjunktion. Ja? Damit kann ich zwei Sätze miteinander verbinden. Weil ihr Konnektoren mit dem Dr. Jumla Rabt Bedim. Ich muss jeden Tag Deutsch lernen, weil ich nächste Woche b 1 habe. Mit den. Ich muss jeden Tag Deutsch lernen. Denn nächste Woche habe ich B1-Prüfung. Oder denn ich habe nächste Woche B1-Prüfung. Hauptsache ist zweite Position gehört zu meinem konjugierten Verb. Nächstes Beispiel: Sarah macht einen Termin beim Arzt. زی هد سن شمید سن. اوکی، وی هبن فرشتندن واروم زارا این ترمین بایم آردس مخت. وی هبن فرشتندن، آبا کنن وی بسا شخیبن. یا می تیلفه فون ویل او دن. اینجا ما متوجه شدیم که سارا چرا ترمین می بنده. چرا ترمین می کنه پیش دکتور ترمین می گیره. برای این که اینجا نوشتیم پونکت نخته و دندون درد داره. اما میتونیم قشنگتر بنویسیم به این شکل که از این رفتنده ها استفاده کنیم وایل یا دن زاغا مخت ترمین بایم آرز وایل زی سانشمرزن هت چون که اون دندون درد داره زاغا مخت اینن ترمین بایم آرز دن زی هت سانشمرزن زاغا یه ترمین میگیره پیش دکتر چون که اون دندون درد داره ببینید توی معنی با هم هیچ فرقی نکردن چه من دن استفاده کنم چه وایل تنها فرقشون اون فرمولی نشون کردن اون در واقع از گراماتیکی جمله رو فرمولی کردن جمله رو ساختنه با وایل فعل در آخر جمله با دن فعل توی در واقع پوزیشن دومه شاید بپرسید که این که پوزیشن سومه دوم نیست دن رو داریم زیر رو داریم وحد ببینید دن همیشه پوزیشنش نوله یادتون نره یعنی انگار اصلا تو جمله نیست پوزیشن یک ما این نوله نول 1, 2. Jetzt Übungen. Petra darf nicht Auto fahren. Sie ist erst 16. 16 Jahre alt ist hier gemeint. In Jomanzura 16, Kali, hamun wir schon gesagt, es Petra, das ist eine Maschine und Tose, erst wenn man hier Tose ist. Jetzt mit Weil formulieren wir. Petra darf nicht Auto fahren, weil jetzt äh, sollt ihr das schreiben ja warum petra darf nicht auto fahren denn also schreiben wir dann weiter warum petra äh, nicht auto fahren darf okay nächstes beispiel miguel nimmt nachhilfestunden in mathematik er hat sehr schlechte noten wir haben verstanden warum äh, miguel nachhilfestunden in mathematik nimmt aber können wir besser schreiben indem wir weil oder خب همینجا تو همین جمله بالا ما فهمیدیم که چرا میگوئل میخواد که میگوئل چرا اصلا جبرانی ناخیلفه میشه جبرانی ناخیلفش توندن یعنی ساعت های جبرانی رو توی ریاضی کلاس جبرانی داره ورداشته برای اینکه اون نمراتش خوب نیست. اصلا کاملا مشخصه. میگیم اینو متوجه شدیم اما با وایل و دن میتونیم بهتر و قشنگتر و در سطح بالاتر جمله بندی کنیم وایل و دن توی سطح آسوای هستش میگویل نیمت نا خیل این این متمتیک وایل بقیه شما باید بنویسید نزو دن رست زولت ایش خایبن میگویل نیمت نا این متمتیک دن اوکی خب این دو تا بایشپیل بود به عنوان یبونگ ازا دی وارن دو بایشپیل از übungen کنت ای entweder این اویه هفت شرایبن او in این دی میتونید تو دفترتون بنویسید یا تو کامنت توی کامنت بر من بنویسید و براتون می نویسم که آیا درسته یا نه اوکی دوستان امیدوارم که این موضوع هم خوب یاد گرفته باشید ام Ich hoffe, dass ihr das Thema äh, sehr gut verstanden und gelernt habt. Warte wieder über die saturn auf semikornamen Tschüss!